دوستان عزیز، با ادامه کورس جمله البته آمده بودیم به بخش منیوها، چه قسم منیوها را ایجاد بکنیم، چه قسم با آرتیکل یا مقالاتی که در وبسایت پخش کردیم اونا را لینک بدیم، اینا را در این درس کار میکنیم. فعلا داخل وبسایت اکادمی هستیم، در بخش بک اند لاگین نشدیم هنوز، این فرانت اند وبسایت ماست و به خاطر از اینکه ما لاگین شویم اینجا به بخش ادمنستراتور میریم. یوزرنیم و پسوردتان اگر یادتان باشه اینجا نوشته میکنید، باید یاد شما باشد، در غیر از او مجبور هستید که جمله را از سر اینستال بکنید. ای رمز ما هم ادمین بود و یه یوزرنیم ما بود که ادمین و من لاگین میشم به بخش بک‌اند وبسایت و اینجا میبینید اپدیت ناو میگه، اپدیت جدید جمله آمده، از یه خاطر برای من میگه که جمله را اپدیت کن و فعلا ما اپدیت نمی کنم، بعدا این را اپدیت میکنیم. خب حالا میریم به خاطر از یک منیو ایجاد کنیم، از بخش منیو استفاده میکنیم، اما پیش از اون بر شما از بخش کتگوری نشان بدهم که در بخش جنرال 4 پست ما ایجاد کردیم، به بخش بلاگ هم 6 پست دارم، بخش جاوا هسته و پروگرامینگ هسته. ما میخواییم بخش جاوا را از طریق یک منیو در بخش فرانت اند تو وبسایت ما را نشان بدم. به خاطر این کار ما میرم به بخش منیو، اینجا آل منیو آیتیمز هسته و اینجا منیو آیتیمز هسته. میبینین منیو آیتیمز، ما اینی منیو ها را در فرانت اند وبسایت ما فعلا دارم. اینجا این منیو ها چند نوع هسته، یکیش پابلیک هسته، البته اکسس از این سپیشل هسته و سوپر یوزرز هسته و زبانش هم آل است. و به خاطر از اینکه من اینا را بررسی کنم، اینجا بالای نام وبسایت کلیک میکنید، اکادمی هستم نام وبسایتم و اینجا هوم هست، اباوت هست، اوتر، لاگین هست. من اگر از اینجا لاگین شوم من میتونم این منیوهایی که اسپیشال هست و سوپر یوزرز هست اینا رو من ببینم، اما فعلا لاگین نیستم در اینجا. ما حالا میخوایم یک منیو برای پابلیک که کلگی بیا ویورا ببینن ایجاد کنم. حالا به خاطر از این من به بخش منیو میروم و از اینجا یک منیو جدید از اینجا ایجاد میکنیم. نام منیو را یا تایپش هم نوشته میکنم که جاوا باشه و تایتلش هم جاوا توتوریالز باشه. چه رقم است؟ حالا اینجا باید سایت انتخاب باشه نه ادمنستراتور و ایره من سیو اند کلوز میگم که نمیخوایم از این بیشتر منیو ایجاد کنم. حالا همین منیوی که من ایجاد کردم به نام جاوا توتوریالز هسته، تایپش هم جاوا هسته. میخوایم توتوریال هایی که مربوط جاوا میشه در این منیو ایجاد کنم، در این منیو در زیر این منیو قرار بدم. و اینجا یک چیز دیگه هم اومده، اد ماجول فور دیس منیو، چونکه تا وقتی که ما یک ماجول اد نکنیم ما نمیتونیم این منیو را در اونجا نشان بدهیم. ما حالا اینجا بیایم، ما یک ریفرش میتونیم تا هنوز اینجا دیده نمیشه. خب ما حالا میایم اینجا بالای اینمی جاوا توتوریالز کلیک میکنم و حالا ما آیتیمز به ایجا اضافه میکنم، به نیو کلیک میکنم. اینجا منیو تایتل هسته، در بخش منیو تایتلز من نوشته میکنم اینجا منیو تایپ هسته. منیو تایپ هم میتونین شما انواع مختلفی از منیو تایپ ها را میتونین انتخاب کنین. من از نام آرتیکل و سینگل آرتیکل میگیرم و اینجا چند چیزی هست که شما باید اونا را انتخاب بکنین. یکی منیو تایتل هسته، باید نام داشته باشه، بعدا منیو آیتم تایپ هسته و سلیکت آرتیکل هسته و از اینجا شما آرتیکل که میخواین در این منیو لینک بتین اونا را انتخاب میکنین. و دیگه هم منیو هسته، ای باید منیوی شما مشخص باشه به کدام منیو میخواین اینمی آرتیکل لینک بتین. جاوا توتوریالز هست منیوی ما، ای آیتیم هسته که ما کریت میکنیم
و از اینجا select operators اینجا را انتخاب میکنم save and new میگم و آیتم بعدی را هم جاوا بیسیکس میگیرم و منیو تایپ را هم articles single article میگیرم از اینجا article را انتخاب میکنم جاوا complete developer course هستم و از اینجا هم جاوا tutorials انتخاب هستم و save and close و بعد از این که آرتیکل ها را به مینیو اضافه کردیم اینجا ما میتونیم آرتیکل ها را چک کنیم جاوا توتوریالز و اینجا دو آرتیکل که بود ما پیشتر اینا را در این مینیو اضافه کردیم و حالا به خاطر از اینکه داخل وبسایتی را نشان بدیم یک ماژول کرییت کنیم ما بدون ماژول نمیتونیم مینیو را در وبسایت را نشان بدیم اینجا به بخش پاپیولر تگز هسته و اینا را به نام ماژول پوزیشن میگه ما از طریق ماژول پوزیشن میتونیم مینویی که ایجاد کردیم نشان بدیم. حالا میریم داخل بک اند وبسایت به بخش اکستنشنز میریم و به بخش ماژولز و اینجا نیو میگیریم. وقتی که به این بخش اومدین اینجا مینیو هست ما میخوایم یک ماژول از برای مینیو ایجاد کنیم. و نام ماژول ما هست جاوا توتوریال سیستم بعد اینجا مینیو هسته که خیلی ضروری هسته اینجا باید جاوا توتوریالز انتخاب باشه بعد از او پوزیشن هسته پوزیشن از او را از اینجا انتخاب میکنیم ما میتونیم اینجا پوزیشن های مختلف را انتخاب بکنیم رایت پوزیشن رایت میدل و بعدا سیف اند کلوز میمیم به فرانت اند وبسایت میرا رفرش میتون به بخش یعنی رایت نی به طرف لفتی مینوی ما ظاهر شد جاوا توتوریالز هسته یم پوست اولی و یم پوست دومی خب این درس بود درباره مینو درس های بعدی را فراموش نکنید اگر این کانال و آموزش ها مفید بود میتوانید ویدیو را لایک کرده و کانال را سابسکرایب داشته باشید